الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شفيعنا واسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام منی دیوانه زدند خدمت بزرگان جوانان نوجوانان عزیز خواهرو برادر شنوندهها و بینندههای صفحات اجتماعی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اللهم تعالی را بینهایت سپاسگذار هستیم و تشکر میکنیم که توفیق رفیق ساخت تا در یک مکان مبارک در جمع چهره های درخشنده شما باشیم امروز مد نظر هست که باید رویش صحبت شوه موضوعی هست که باید رویش بارها صحبت شوه رویش بارها مطالعه شوه و معلومات در این مورد بارها و بارها باید آپدیت شوه این موضوعی که امروز تشریح میشه و بیان میشه یک موضوعی خیلی حائز اهمیت و خیلی مهم هست و مسئولیت در اسلام مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی و احساس مسئولیت هست مسئولیت پذیری چی رو گفته میشه؟ بینوان یک الزام و تعهد که از درون یک فرد در سرچشمه میگیره هر فرد یک تعهد در درون خود داره وقتی که یک کار را انجام میده از درون یک تعهد داشته با خود که او کار را انجام داده یا در برابر خود این مسئولیت یا در برا برابر خود شخص می باشه یا در برابر کسی می باشه یا در برابر چیزی می باشه چرا ما باید مسئولیت پذیر باشیم چرا ما باید مسئولیت داشته باشیم علتی که با ما مسئولیت سپرده شده چیست اولین چیزی که باید بفهمیم که چرا با ما مسئولیت داده شده ما انسان هستیم در بین مخلوقات الله متعال ویژترین مخلوق شاخصترین مخلوق انسان هست بار امانتی که ابتداعا به کوها پیشنهاد شد به آسمانها پیشنهاد شد قرعه کار به نام انسان کشیده شد كي مسؤوليات را وإيه بار باي سنجينيش يك إنسان يك مخلوق زعيف إن شاء الله ميتانا كبكشه وآية أنا يا خير ما إنسان هست ما الله مطال در مخلوقات در إنسان خلق كذا در حالك ميتانا است در بين أز مخلوق ديگه ما خلقنا خلق ما الله مطال عقل نسيب كذا قوه تمایز قوه درک نصیب کرده خیلی از مخلوقات پروردگار از این محروم هستند یک ویژگی هست انسان داره ایره عقل تفکیک خوب و بد تفکیک مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و بدی در انسان وجود داره و ما بنده الله متعال هستیم ایره پذیرفته باید مسئولیت شناس باشه مسئولیت پذیر باشه احساس مسئولیت داشته باشم. چون یک دفعه ما در عالم ذره که میگن اوج تعهد کرده بودیم با الله مطال که بلا شهیدنا بله ما شاهدی میدیم که تو پروردگار ما هستی ایره خود ما اقرار کردیم همه انسان ها چی بتر... اینی در بخش کفار هستن غیر مسلمان ها هستن و چی در مسلمان ها هستن اینها به عنوان یک ذره یک دفعه خلق شدند که عالم ذره میگن در جزء اینها می قران کریم آمده ای اینها یک دفع تعهد با پروردگار کردند که تو پروردگار ما هستی بعدش وقتی که ما در این دنیا آمدیم باز تعهد کردیم که لا اله الا الله محمد و رسول الله این تعهد کردیم این تعهد ما باید باید ما باشه که ما مسئولیت شناس باشیم مسئولیت پذیر باشیم دیگه چی باعث میشه که ما مسئولیت شناس باشیم و مسئولیت پذیر باشیم همه ای پدیده در تسخیر ما انسان هست در تسخیر ما انسان قرار داده شده در تسخیر مخلوق ضعیف آسمان در خدمت تو انسان هست محتاب در خدمت تو انسان هست آفتاب در خدمت تو انسان هست پیامبرا به خاطر ما و تو انسان ارسال شده کتاب که آسمانی که آمده به خاطر ما انسان هست شب و روزی که اختلاف شب و روز آمدن شب و روز به خاطر ما انسان ها هست و فصل فصل آمدن سال خزان و تابستان و بهار و زمستان به خاطر ما انسان ها هست ما به خاطر چی؟ عقلم میگه که باید تو مسئولیت پذیر باشی تو مسئولیت شناش باشی چرا تو شاخص شده در بین دیگه مخلوقات چرا تو ممتاز شده چرا تو مسجود ملائکه قرار میگیر که الله مطال ملائکه را عمر میکنه که اسجد لی آدم به می آدم تو سجده بکن چرا چرا انسان قدر مورد اکرام قرار میگیره و لقد کرمنا بنی آدم ما کرامت بخشیدیم بنی آدم را و حملناهم في البر والبحر ما اینها را حمل کردیم در بر و بحر انتقال دادیم اینها را و رزقناهم من الطیبات و اینها را ما از پاکیزگی ها انهار الرزق وفضلناهم رزق على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وخيل ما فازلات فضيله دادیم بالای از مخلوقات بفزيلتها فضیلتها تو کرامت الله متعال اذا ما هميشه اکثریت اوقات در نماز ميخونيم كلا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم در بهترين سورة الله متعال تو را آفريده آيه سوره الگاهي وقت تفكر كردي اگر انسان يختيشون بيدو چيكسو معلوم ميشه اگر چشم انسان يک جايه ديگه ميداشت بینی انسان بالاتر می بود چه قسم معلوم می شود تور ساختگوی تو می خواهی اگر این آسمان رنگش سیا می بود برای دوامدار سیا می بود چی می کردی؟ اگر این رنگ آب به می قسم نمی بود باز چی می گویا این دنیا با می زیباییش موافق میل انسان ساخته شده خستم نمی این آب همیشه امی تو شفاف و زلال هست همی تو... همیشه دوست داشتنی هست ای برای تو خلق شده برای تو انسان قرآن در مورد احتمام کرده در مورد مسئولیت انسان ما در برابر چشم خود مسئولیت داریم در برابر گوش خود مسئولیت داریم در برابر دست های خود مسئولیت داریم در برابر پاهای خود مسئولیت داریم در برابر قلم خود مسئولیت داریم در برابر قدم خود مسئولیت داریم در برابر اندیشه خود مسئولیت داریم در برابر فکر خود مسئولیت داریم در برابر آینده خود مسئولیت داریم در برابر خانواده خود مسئولیت داریم در برابر رفیق خود مسئولیت داریم در برابر دین خود مسئولیت داریم در برابر وطن خود مسئولیت داریم در برابر انسان های مستضعف و فقیر و ضعیف و نیازمند مسئولیت داریم در غیر صورت اگر این مسئولیت را انسان نمیپذیره و از این مسئولیت شانه خالی میکنه او یک انسانی هست که فقط نفس میکشه فقط زنده هست کاش زندگی میکرده. خیلی از انسان ها ما که فقط زندگی کاش زندگی فقط زنده هستن فقط دوست دارن نفس بکشن این زنده بودن معنا داره زنده بودن گفتم میشه یک عده کثیر از مردم فقط زنده هستن عده اندکی از مردم اندکی از مردم زندگی میکنن و قلیل من عبادی شکور، کمی از مردم زندگی میکنن کمی از مردم زندگی میبخشن

با گرانبهاترین اموال دنیا مبادله بکنی هرگز آماده نیسته آیا آماده هسته که سخن زدن تو, ای تو ای را گب زدن تو را ایر از تو بگیرن در بدلش به تو دلار بدن هرگز آماده نیسته از اینها سوال میشه در قبالش از تو سوال میشه به با باور داریم که وقتی ما در یک کرس و مکتب و پهنتون ما سبتنام میکنیم به با امتحانش باورمند هستیم که یک مخلوق از مخلوق دیگه امتحان میگیره مگر این امتحان زندگی که ما آمدیم این در نهایت خود کدام پرسش و پاسخ نخواد داشت از ما تو سوال نخواد شد ای چشم که رایگان داده شده با ما گوش رایگان داده شده دستها رایگان داده شده از این رایگان ها پرسان نمیشه ثم لتسالون یوم اذن عن النعیم لام تأکید و نون هم تأکید کسای نحو میخانا. خامخا حتما و ضرورا از اتان سوال میشه در مورد نعمت ها و یه دیر نیست خیلی زود فرا خود رسید با یک چشم به هم زدن خواد گذشت و از ما سوال خواد شد قرآن به احتمام کرده که انسان باید مسئولیت پذیر و مسئولیت شناس باشه لا یسالو عما عم يفعلو و هم يسألون از الله سوال نمیشه از تو سوال میشه از تو انسان سوال میشه وقتی که ما در دنیا اول نمره انتخاب شدیم در بین مخلوقات خود اول نمره تقاضا هم بیشتر می باشه از این اول نمره خیلی تقاضا هست خیلی مسئولیت های سنف را باید به عهده بگیره تو که خلیفه خدا در روی زمین تعیین میشه از تو مسئولیت میخواه تو که با این زیبایی خلق شدید از تو مسئولیت میخواه که مسئولیت شناس باشه حافظ میگه میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدن آسمان با بزرگیش نتوانست که امانت را بر عهده بگیره کار رای را مسئولیت را به دوش موتو گذاشت به دوش موجود دوپا اگرچه ظاهرا خیلی ضعیف هست اما خیلی قوی هست تمام دنیا که در حرکت هست این موجود دوپایی را در حرکت آورده این موجود دو که کار میکنه زحمت میکشه ابتکار داره خلاقیت داره اکتشاف داره که دنیا در کار هست شما یک جایی که انسان زندگی نکنه به زودترین فرصت به خرابه تبدیل میشه تو بزرگ هستی دی. دید اسلام نسبت به تو بزرگ هست رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و فرموده الناس معادن مردم مانند معدن هستن خیلی یک دید زیبا هست نسبت به یک انسان خیلی یک دید بزرگ هست معدن تا زمانی که در درون معدن باشه این جواهرات در درون معدن باشه ارزش نداره وقتی تو زمانی که معدن استخراج میشه در وقت خروجش این جواهرات ارزش پیدا میکنه تا زمانی که انسان خاموش باشه انسان انسان بودنش معنا هست وقتی که خارج ماش میشه کار میکنه زحمت میکشه ابتکار و خلاقیت داره او معنا پیدا میکنه وقتی که مسئولیت احساس میکنه احساس مسئولیت میکنه در قبال خود در قبال خانواده خود در قبال جامعه خودی این وقت انسان بودن از معنا پیدا میکنه وقت تعریف انسان برای انسان درست میشه که ما بگیم که یک انسان هست قرآن به خیلی اهتمام کرده یا ایها الذين امنوا قوا و واهليكم نارا هم به مسئولیت فردی یک انسان و هم به مسئولیت اجتماعی یک انسان قو انفسکم نفستان را نجات بدن قو انفسکم اول خودت اول خودت زیبا باش زیبا اندیش باش آینده نگر باش کارکن باش مسئولیت شناس باش خودت خودت و انسان بعدش مسئولیت اجتماعی را هم فراموش نکو اهلیکم نارا ای خانواده ایتم را هم از آتش جهنم نجات بده تنها خودت نه سوره ولعصف خیلی در نماز میخوانیم چون آسان هم است و کم هم است زودتر نماز تمام میشه ولا عصر ان الانسان لفي خسر قسم یاد کرده الله متعال که انسان در زیان هست مطلق انسان در زیان هست مگر اگر چار ویژگی و چهار شاخصه داشته باشه ایمان عمل صالح توصیه به حق و توصیه به صبر این انسانی ای که اگر چهار ویژگی داشته باشه این انسان زیان کار نیست ما دو ویژگی در ما خیلی اوقات خوب تبارز میکنه ایمان و عمل ایمان داریم به پروردگار الحمدلله افتخار میکنیم عمل صالح هم الحمدلله هست نمازهای خود رو میخوانه آیا دوی دیگه ایش هست در ما؟ ای تو نگفته که دویش اگر بود دوی دیگه اگر موجود نبود مشکل نیست و عمل صالحات و تواصل و بالحق تواصی ای از باب تفاعل هست تفاعل باب اشتراکیت داره هر دو طرف هم تو باید مرا توصیه به خیر بکنی و هم مت در رو به توصیه به خیر بکنم تنها من مسئولیت ندارم که به تو سخنرانی بکنم تو هم مسئولیت داری که باید بشنوی ما هم باید از تو بشنوم تو هم باید از ما بشنوی ما هم باید داشته های خود را با تو شریک بسازم تو هم باید داشته هایت رو با ما شریک بسازی این مسئولیت دینی و انسانی ما و تو هست بعد از اینکه توصیه به حق کردیم یک انسان توصیه به صبر یعنی مسئولیت را بر فکر تو زرق میکنه که باید تو مسئولیت شناس باشی بی مسئولیت زندگی نکو آفتاب که هر روز بلند میشه با ما تو پیام داره که باز زنده شو بلند شو آفتاب طلوع کرد تو هم طلوع میکنی هنوزم در غروب هستی او افتاب مسئولیت خود را میشناسه که باید بدرخشه، باید حرارت تولید بکنه باید روشنایی به با ما بده او مسئولیت خود را ادا کرده و بلند شده میبینمش ولی انسان ها انوز هستن او انسانی که افتاب در خدمتش قرار داده خیلی از اوقات در سقوط ها و غروب هست اما تو غروب مانده بلند شو از تو تقاضا هست گاهی اوقات از خود سوال کردیم که آیا به اندازه سن خود زندگی کردیم ما خیلی از ماها وقتی که تولد میشن میمیرن مرده تولد میشن نفس میکشه خب دقیق متوجه باشه خیلی از انسان ها هستن که در دنیا نیستن ولی زنده هستن بیشتر از ما زنده هستن بیشتر بیشتر از ما درخشش دارن بیشتر از ما برنامه دارن ولی خیلی از انسان های هستن که قدم میزنن میخورن مینوشن فقط زنده هستن در آغاز زندگیشان مردن ولی انسان های امروز هستن که نیستن ولی هستن بیشتر از ما هستن نامشان زنده و جاوید هست برنامه ایشان جاویدان هست ما که میگم محمد شما میگن صلی الله علیه و سلم ما که میگم ابو بکر عمر عثمان علی سعد سعید طلحه زبیر حسن حسن حسین شما ایره گناه فکر میکنید که نگوین رضی الله عنهم چون خیلی مفید بودن مؤثر بودن کارکن بودن کدر بودن یکی در صداقت یکی در عدالت یکی در حیا یکی در شجاعت یکی در همدردی یکی در همدلی یکی در مهربانی یکی در مرد میدان بودن یکی در سخاوت امروز اگر ما اگر از عدالت یاد کنیم اگر نام عمر را نگیریم میشرمیم ما در شجاعت اگر یاد کنیم اگر نام علی رضی الله عنه را نگیریم ما در مردهای میدان اگر یاد کنیم اگر نام حسن و حسین رضی الله عنهما را نگیریم میشرمیم ما اگر در حجاب و در عفت و در پاکدامنی سخن بزنیم نام عایشه و فاطمه را اگر نگیریم میشرمیم خیلی تاریخ گذشته دارن اما امروز زنده هستند امروز هستن در بین ما این را زندگی بودن و زندگی کردن گفته میشه احساس مسئولیت گفته میشه ما به اندازه سن خود زندگی کردیم سی سال سن داریم 26 27 22 8 تا به اندازه سن خود زندگی کردیم خیلی کسا ده برابر سن خود زندگی کردن عمر رضی الله عنه در زمان خلافتش عمر بن عاص یک جای والی هست در یک جای دشمن بالایش حمله میکنه عمر بن عاص یک خط به عمر رضی الله میفرسته که چهار هزار سرباز کار داره چهار هزار سرباز این هزار یک سرباز روان میکنه چند سرباز؟ سه هزار و یک سرباز که سه هزار صحابی هست و یک, يك... یک صحابی در بینش هست شان هست به نام قعقا قعقا اخیرش معیم یکی اوجه رفتن گفت چند نفر آمدن؟ گفت سه هزار یک نفر گفت من خود چار هزار نفر خواسته بودم چرا عمر ختمه برای عمر رضی نرسید. نرسیده گفت رسیده, رسیده بود خط عمر را که میبینه میگه قعقا یک نفر نیست هزار نفر است قعقا یک نفر نیست هزار نفر است و سه هزار نفر یک نفر است اما یک قعقا یک هزار نفر است چار هزار نفر برات روان کرده و در جنگ که اشتراک کردن باعث فتحشون قعقا شد قاقا مرد میدان بود میگه مرد باش یک مرد کوشش که نیمه مرد نباشه لا یک مرد باش مرد که میگم از دید جنسیت نمیگم از دید جنسیت نه کسی که احساس مسئولیت میکنه اون مردانه زندگی میکنه مردانوار زندگی میکنه اگر نام شما عیشه باشه فاطمه باشه زینب باشه ام کلثوم باشه از گاه اوقات از خود سوال کنه که ما به امروز به من نعمت داده شد من امروز آب نوشیدم چای صبح رو صرف کردم غذای چاشت ما آماده بود امروز آفتاب درخشش داشت امروز اکسیژن تنفس کردم آیا از ما هم کدام تولید بود یا خیر ما هم کدام کار را کردم یا خیر خوی تعاطی هست داد و گرفت است تو چی کردی؟ ما چی کردم؟ گاهی اوقات زیر خود سوال کنه ما خود در سن سی سالگی که میرسیم میگه از ما وقت ما گذشت شما بخانه خیلی اشتباه هست شما زحمت بکشین شما مطالعه بکنن خود دیگه زندگی نکو تو دیگه از این نعمت های پروردگار استفاده نکو اگر میخوای اگر نمیخوای که احساس مسئولیت نکو استفاده دیگه برو زیر زمین تا زمانی که نفس میکشی مسئولیت داری شما داستانی مرچه سلیمان در سوره نمل ایر خانده این. یک جای لشکر سلیمان در راه هست کلان مرچه‌هایی در قرآن کریم ذکر شده بعید زیر دستای خود میگه "ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون ای مرشه ها بای خانه هایتان منزلگاه هایتان داخل شوین لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كل اشكال سليمان در مسیر راس مفهمی آیمی هست که شما را زیر پا نکند یک مرشد درقبال احساس مسئولیت میکنه نمیخواهد دیگر مرشدا زیر پا شود تو انسان هم گاهی اوقات قبالة زیر دست احساس مسئولیت کرده که زیر پا نشود زیر استعمار قرار نگیرد زیر بردگی قرار نگیرد ضعیف نشود ناامید نشود شکست نخورد بويش نشكنا منحرف نشاوى غير مستقيم نشاوى بات انديش نشاوى كامخيرات نشاوى جوه قلت الفكر كاتب هدهد هام دوستان الشموبيون ياك حيوان هاس وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به سلیمان یک روز در بین حیوانات میبینه که یک مرغک به یا پرنده به نام هدهد هد وجود نداره گفت چی شده که من هدهد هد را نمیبینم هدهد هد مصروف مسئولیت خود هست گفت چرا هدهد هد را من در بین شما نمیبینم او میگه اینی وجدت رأتن تملیکهم من از یک سرزمین آمدم که اوجه یک زن پاچاهی میکرد وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ما هي قوم رأيفتم كنها بأفتاب سرخم ميكردن إيه سليمان تو خبر داري؟ هود هود إيه بيام رميرك ما يك جاي إنسان هاي بزرگ رديدم همي إنساني كبا كرامت هست مخلوق الزعيف كومو مسخر بر إنسان شده بر يو سرخم ميكردن إحساس مسؤوليات ميكنا در آیات قرآن کریم بود در احادیث پایان بر هم خیلی ما در مورد مسئولیت گوش زد شدیم الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته آگاه باشین که همیتان مسئول هستن ایجا میگه شاید درست نفهمیم ایره میگه الامام فالامام راع و مسئول عن رعیته از امام آغاز میکنه امام پیشوا را گفته میشه مولا امام مسجد را گفته نمیشه کسی که پیشوا هست کسی که حرف اول را در جای میزنه فل امام و و مسئول عن نعن امام راعی هست چوپان هست در قبال زیر دستای خود باید احساس مسئولیت بکنه و رجل کلمه رجل مرد باید در خانه خود احساس مسئولیت بکنه در امی حدیث می که زن در قبال رعیت خود در خانه باید احساس مسئولیت بکنه حتی تا به غلام میرسه برده پایین ترین فرد جامعه او هم باید در قبال مسئولیت خود احساس مسئولیت بکنه از امام گرفته تا به با پایین ترین فرد این در حدیث گوش زد شده و بارها بارها با بر روایات مختلف آمده از امام گرفته تا یعنی از حاکم و محکوم رئیس و مرعوس آمر و معمور تمامش باید احساس مسئولیت بکنه تو نگو که ما ازدواج نکردیم مسئول خانواده نیستم در قبول خود مسئولیت داری چشمت کجا استفاده میشه آیا در جایش به کار میره گوشت چی میشنوه دستای چی میگیره پاهایت به کدام طرف روان هست آیا موافق خواسته های الله هست یا موافق خواسته های خودت اگر موافق خواسته های الله هست خیلی خوب اگر موافق خواسته های نفس هست که هر چی گفت امو کار رو انجام بده باز یک تجدید نظر کو برگرد ارجع راه بازگشت است مسیر ترافیکی راه بازگشت داره اگر مسیر ترافیکی رو اشتباه بروی باید یک مسیر رو تایی بکنی تا به اخیر مسیر خود برسانی باز از اوجه دور بزنی از الله تو معامله نیست جای با جای دور بزن همی لحظه حرکت کن این ضرور نیست که تو تا آخر خود برسانی امی مسیر غیر مستقیم رو تعقیب بکنی بعد از باز مسیر مستقیم به دور بزنی نخیر، خیر امی لحظه جای به جای پشت سرت رو ببین حرکت کن به دور بزن برای دور زدن هیچ وقت دیر نیست برای آغاز کردن هیچ وقت دیر نیست با یک مسئولیت پذیر باشم هیچ وقت دیر نیست که ما مسئولیت پذیر باشم مسئولیت شناس باشم احساس مسئولیت بکنم مخاطب ما خرد و بزرگ مرد و زن هست کسی که خود را انسان میگه مخاطب ما او هست خود من مخاطب خود ما هست تو هم احساس مسئولیت کن حتی در قبال غیر مسلمان ما مسئول هست از دید انسان بودن مسئول هستیم این رو پیامبر به ما یاد داده ما یک در مسیر را اگر کدام کسی را ببینیم که به یک سختی گرفتار باشه به با یک مشکل گرفتار باشه دستایش بند باشه و توانای بردن یک سودا را به اصطلاح تا به خانه خود نداشته باشه برو بلام ده بپست ما تو چی یک دو خودم بزنیم اگر کمک بخوا از ما یک آدرس پرسان کنه اون طرف است اون طرف است در مسجد در صف اول میگیم الله اکبر در نماز خواندن خیلی پابند هستیم الحمدلله اما از مسجد که خارج شم دروغ میگم از مسجد که خارج شم کسی یک آدرس دکتر پرسان میگه نمیگه ولی پیامبر در قبال غیر مسلمان هم احساس مسئولیت میکنه یک زن پیش سفید یک روز یک جای در مسیر روان هست به طرف خانه خود میره در دستایش چیزی هست که بالای سنگینی میکنه هر دو دستش بند است پیامبر در پهلویش میره پیامبر نمیشناسه که محمد هست صلی الله علیه و سلم میگه مادر جانم بار تر یک کمیش به ما بده که ما بر انتقال بدم؟ میگه درست است بگی؟ غیر مسلمان هست نمیگه تو غیر مسلمان برو من کارت نداره برو نابود شوی خیر ای بار ازش میگیره تا به دروازه خانهش میرسانه در دهن دروازه که میرسه مادرش میگه میگه همینجا کفایت میکنه از به بعد من میبرم میگه نه خیر خود خانه و اتاق تر میرسم که سخت از گرنگ از بالا سنگینی نکنه الگوی اخلاق الگوی انسانیت الگوی مهربانی و همدلی الگوی خوب بودن این همراهش انتقال میده ولی که بار روجه میگذاره خیلی جوان رشید هستی و مادر به این پیامبر میگه صلی الله علیه و آله نمیشناسش میگه تو همراهی ما همکاری کردی من هم همراهی یک همکاری میکنم یک نصیحت برات میگم متوجه باش که فراموشت نشه گوشت به من نزدیک کن گوش خود به این نزدیک میکنه میگه بگو میگه متوجه باش که یک پیامبر نو ظهور کرده نامش محمد هست یک جوان هست این بت ما رو باطل میگه میگه برای سنگ ها سر خم نکنه این خرافات هست این مزخرف هست این دی مسیر حرکت نکنه متوجه باشه که فریب و را رو نخوری که گمرایت میکنه یک فریب کار هست همین تو میگه متوجه است ما اگر باشیم با خود میگیم که کاش چیز را مورد انتقال نمیدادم اشتباه کردم که انتقال دادم اگر توانایی داشته باشم امورم به زمین میزنه اما امت پیامبری تو نیست پیامبرشی تو نیست او میگه مو جوان مستو میگه اشهدو الله اله, اله الله و رسول الله امو جوان مستم گفت تو هستی گفت پیام خوب به من دیگه قسم رسیده بود گفت اگر محمد همی باشه امی محمد ما ایمان دار یک احساس مسئولیت در کبار غیر مسلمان نتیجه ایسی چه هست ما خود یک گناهکارم ببینم. ببینیم اگر ما یک درکت نفل بخوایم و درکت نفل نخوانده باشیم ما خیلی زود فتوا میده کافر شده گمراه بدبخت و بیشتر از تو شاید بهش دوره و شاید نزدیکتر از تو به خدا نزدیک استاد باشه از جای خدا حرف نزنه در جای خدا کسی نمره از آدرس خدا و از مهربانی خدا حرف بزنه ما از او آدرس کس را نمره خدا با ما تو فرق داره دید خدا نسبت, دید نسبت با ما و تو و ما که دید ما نسبت به یک انسان از الله فرق داری تو معامله نیست ایر ما درس مسئولیت داده پایان برکه ای تو مسئولیت اجرا بکنن ما در قبول مسلمان خود این مسئولیت را اجرا نمی کنیم یک دفعه می که باش از قوم ما هست یا نیست از نژاد ما هست یا نیست از رنگ ما هست یا نیست از سمت ما هست یا نیست کی هست؟ نگو که کی هست باران باش بالای همه ببار تو رحمتی هستی امتت... امت پیامبر، امت خیر هست امت خیر رسانی هست خیرش به یک دو فرد و سه فرد نمیرسه چون که پیانبرش ایتو تو نبوده مرد احساس مسئولیت باید بکنه مردها رو میگم مرد باید احساس مسئولیت بکنه در مقابل خانم و فرزندهای خود ما سرمایه ها, سرمایه ها سرمایه ها پول داشتن نیست کس پول داشته باشه سرمایه هست سرمایه های تو فرزندهای تو هست و همسر تو در خانه هست آینده ای تو رو که می که نام تو جاویدان میشه توسط فرزندای تو میشه این مال نام را جاوید نمی سازه اولین مسئولیت یک مرد در قبال فرزندایش نام نیکو انتخاب کردن برشان اسلام ما را درست داده ایره از بیت الخلا تا با بیت الله رفتن درس داره اسلام ای تو نیست که برای, بر برای نام و برنامه نداشته باشه بهترین نام ها عبدالله و عبدالرحمن محمد احمد محمود ولی ما جای نام های برادر و خواهرای ما داره که از گرفتن نام خود میشرمند پدر خوب احساس مسئولیت نکرد خوب مرد بودن خود را در خانه ثابت نکرده فقط در خارج از خانه خوب مرد بوده در داخل خانه یک بیمسئولیت یک کسی است که حتی عادت مطالعه کردن هم نداره فقط خوردن و نوشیدن و سریال دیدن و بعض مسائل دیگر بس خلاص احساس مسئولیت کرد در قبال خانواده خودی مرد مهربان بودن در خانه این مسئولیتی یک پدر هست در قبال فرزندای خود در قبال همسر خود ما خود در خانه که داخل میشیم سلام دادنم یاد نداریم که یک سلام بیاندازیم السلام علیکم و رحمت الله ای کجا هستی فرزندایی که در یک اتاق داخل میشه دیگه در دیگه اتاق داخل میشه خانم در دیگه اتاق داخل میشه که یک مستبد آمد یک در خانه که میرم یک سیاست خیلی خاص دارم سیاست نیست به اخلاقی است سیاست رشته تعریف نکو تعلیم و تعلم فرزندا و همسرش مسئولیت مرد هست که باید اونها را به طرف پیشرفت و ترقی و تعالی سوق بدهند چون اون نسل آینده هست و زیربنای جامعه آینده اونها هست زیربنای آ... آینده کشور اونها هستند اگر تو احساس مسئولیت در قبال فرزندایت نمی کنی با وطنت خیانت کردی با مردم خیانت کردی توی جامعه را بگن میکشونی تو مرد امروز هر کسی یک خائن و رشوتخور و صدخور و بدبختی که پیدا میشه خودتی سرمشه خانواده میگیره و آسمان نیافتاده حتما از یک خانواده هست منصوب به سوی یک پدر و مادر هست بی پدر و بی مادر خونیست در قبال اخلاقشان که چی گونه اخلاق داشته باشن مادر خانواده مرد و زن خانواده در پیش روی فرزنده جنجال دارن یک نوع دشنام های زشت از دهنشان خارج میشه که او رو فرزندم یاد نمیده باشه که چی هست چی میگن اینا باز ما از تقاضا داریم که خیلی اخلاقی نیکو داشته باش بزرگار احترام که تو چی کردی بیش از که گفتار باشه کردارت را با کردارت به مردم درس بده. خودت خوب باش کن هاست تو خودت طفل در ذهنیت خود ذاتاً الگو... الگوگیر هست در جسجو یک الگو هست اگر نماز رو یاد نه نداشته باشه هم بلند جای نماز استاد میشه در پهلویت اگر نماز خوان باشه اگر توری باشه کسی پشت دروازه یه کار داشته باشه و تو فرزند تا بگو برو من پدرم در خانه نیست دروغ را یاد نداره میگه پدرم میگه که من در خانه نیست او بد نیست در ذات خود تو رو بد میسازی و, و ما می تو میگه می تو راست خود رو را میگه پدرم میگه پدرم میگه که من در خانه نیست و پدر به دروغ گفتن را یاد میده یا مادر برش میگه آرام باش که پیشک آمده آه دیگه در سو تربیه نکوی و ذهنیت شبیه تو میشه از خانه که خارج شد یک بیتیمات اعتماد به نفس نداره توانایی گب زدن در جامعه در بین مردم رو نداره خیلی سخت است والله بی جرأت تربیه میشه خود را کم احساس میکنه همیشه خود را مقصر فکر میکنه من نمیتونم نمیشه والا. ناممکن است این پدر توصیه کرده پدر پدر و هم مادر مرد خانه خصوصا احساس مسئولیت نکرده خوب مرد نبوده در قبال خواهرا و در قبال دخترای خود در مورد حجاب و عفت پاک دامانیشان توصیهشان بکنم که خیلی مهم هست ما امروز اگر در یک جامعه به حجاب میبینیم ما میگیم اونها سخت پیشرفت کردن یعنی به پیشرفته هستن خیلی پیشرفته هستن این مسئولیت مادر و پدر هست که باید آنها را با انگیزه با اخلاق با عفت آینده انسان های اعتماد به نفس انسان های مسئولیت پذیر باید تربیه بکنن ایتونه شما خو مسئولیت خانم های خانه ازن های خانه را میره که یک جارو کردن خوب یاد داشته باشه لباس شویی را خوب یاد داشته باشه و آشپزی را خوب یاد داشته باشه در حالی که از جمله فقهای زمان رسول الله یک عایشه هست یک آیشه از جمله دانشمندای وقت خود هست این دید اسلام نسبت به یک زن هست اما میگم نه خیر شما برای شما خواندن و نوشتن خوب نیست شما خواندن و نوشتن مردا میخوان دیگه شما مربوط شما نمیشه او عبادت نمیکنه نماز نمیخونه اگر مال داشته باشه زکات نمیپردازه اگر استوان مالی داشته باشه حج نمیکنه میکنه کجا یاد بگیره؟ در آشپزی؟ البته یک چیز رو باید داشته باشیم درس که گفته میشه چی از مرد و زن باشه هر مسئولیتی گفته میشه موافق شریعت چیزی که شریعت باز بیان میکنه ای تو نشو که باز هر چیزی که دل ما خواست چیزی که استعمار خواست چیزی که رسانه های مزخرف خواست او تو نه او رو باز اسلام نمیگه اما چیزی که از آدرس اسلام میگه اسلام به مو باید متوجه باشه زن هم مسئولیت دارد در خانواده مسئولیت یک زن در داخل خانه از مسئولیت یک مرد بزرگتر است ما که جنشستگی هستم در پشت ما یک مادر هست مادر توصیه کرده مادر مرا گفته درس بخوان تو هم مادر هم انگیزه کار کردن مسئولیت پذیری رو مادر به تو تزریق کرده اون مادر تنها شیردی نیست که شیر بده با شیر خود باید عقیده انتقال بده فکر انتقال بده مسئولیت شناسی انتقال بده تنها شیر انتقال دادن مسئولیت مادر نیست تنها تربیت جسمی طفل مربوطی مادر نمیشه تربیت روحیش هم مربوطی مادر میشه ما اگر یک مرد تربیه میشه یک مرد تربیش شده اگر یک زن تربیه میشه یک نسل تربیه شده سید جمال الدین افغان میگه تربیت یک زن تربیت یک فرد نیست تربیت یک نسل هست هر قهرمان زاده یک مادر هست از یک مادر زاده شده پشت هر بزرگ یک زن بزرگ پشت هر مرد بزرگ یک زن بزرگ هست این باید داشته باشه او احساس مسئولیتش بیشتر هست نسبت به مرد او یک فرد نیست او در آینده نسل تربیه میکنه عمر مختار هر زمانی که از خانه خارج میشد مادرش میرفت در پهلوی دروازه استاد میشد وقتی که بیرون میشد پرده دروازه را بلند میکرد باز عمر مختار امی تو سر بلند از خانه خارج میشد کسی گفت چرا ای تو میکنه میگه پسرم سرش به چیزی خم نشه آزاد زندگی بکنه مستقل باشه همین تو سر بلند همیشه زندگی بکنه میبینی خیلی درس بزرگه هست فرزند ما باید با یک سر خم نکن این مسئولیت مادر هست که باید انجام بده و اگر کسای خواهرای شوهر دارن اطاعت از شوهر سر اونها واجب است در امر مشروع البته در جایی که شریعت امر کرده خلاف شرع اجازه نیست و بالمقابل در کردن خانم ها هم مسئولیت یک مرد هست با بهترین روش با آنها برخورد کردن پیام اسلام هست ما خود در خانه که یک زن با ما چیز میگه در خانه خود نام نداریم نه و که دیگه کلمه حرف اول انگلیسی رو انتخاب میکنیم ای ای او طرفه ای ای طرف ای است نه ولی پایانبر خانم میخواد حمیرا صدا میکنه عایشه، را آیش ما ایره ننگ میپندانه که ما خانم میخواد رو با نامش صدا کنیم سلام بندازیم برشان اگر ریموت در دست ما باشه و یک چیز رو با ما میگه که چیز رو ما کار دارم آخر که گپ تمام شد چی گفته؟ در جمعه گذاشته هم گفتم میگه زن ها 8000 کلمه گپ میزنن و مرد ها 2000 کلمه گپ میزنن یک زن قهر شد گفت شما گپا رو نمیشنوید ما یک گپ سه دفعه مجبور تکرار کنیم چهار دفعه کنیم موضوع خاطر 8000 کلمه میشه اگر نه گپ نمیزنه و نه اگر چه زیاد گپ میزنن خیر سیوم مسئولیت فرزندان در قبال خود و جامعه و خانواده احترام این است که در جمعه گذشته در این مورد صحبت شد جمعه گذشته بود یا زود پیشتر بود و دیگه مسئولیت در کل مسئولیت یک جوان مسئولیت ما و تو جوان را همیشه تعریف کنم. جوان از روی سن مطرح نیست که سنش 25 و 30 الا 40 باشه الا 35 باشه هر کسی که احساس مسئولیت میکنه در قبال خود خانواده و جامعه و جوان هست اگر چه سنش 70 هم باشه کسی که در برنامه اشتراک میکنه یا در برنامه های متعدد همی یا دیگه برنامه برای پیشرفت و ترقی و تعالی و سرفرازی و سربلندی او جوان هست اگرچه سنش دوازده هم باشه هر کسی که باشه این تعریف جوان از دید یوسف قرزاوی هست رحمه الله حفظه الله الله ما مسئولیت دانش به اسلام رو داریم که دین یاد بگیریم تا دینداری یاد بگیریم مسئولیت فهم درست اسلام اسلام را از دید خود تعبیر نکنیم چه قسم ما بخوایم اما قسم تعبیر شد فهم درست اسلام خیلی مهم هست اسلام را درست بفهمیم اسلام را درست بفهمیم و درست بفهمانیم اسلام را از دید مفاهیم ذهنی خود که در ذهن خود داریم اگر خشن طبیعت باشیم خشن به با مردم معرفی نکنیم اگر نرم طبیعت باشیم باز از جاهایی که اسلام گفته خشن باشیم باز دو جای نرم نباشیم این از دیدیم ذهن خود برای مردم تعبیر نکنیم دین را عمو قسمک اسلام هست اما قسم که اسلام بیان کرده با ما قسم برای مردم بیان کن و اگر اما اسلامی اسلام که هست به ما قسم بیان شوه ما فکر نمی که اسلام مخالف داشته باشه این دینی زیبا هرگز مخالف نمی داشته باشه به ما قسم که هست اگر بیان شوه و ما با قسم بیان نمی کنه. اگر مرا کسی دشنام داده باشه یک عالم دیگه از یک منبر دشنام داده باشه روز جمعه منتظرش هستم که به خیر مدام منبر برابرشون باز من گپ میزنم یعنی منبر رسول الله برای اختلافات هست برای جای جر و جنجال هست که جنجال جر کنه او رو بکو به مورو بکو مسرکوب کنه و اسلام رو ساتول مثل یک ساتول مثل یک تبر بسر هر کسی کوبیدن بکو پیام اسلامی تو نیست ای تو نگفته اسلام اسلام و پیامش که پشتر برتون گفتم روش پیامبر با غیر مسلمان اونو قسم است با خود مسلمان چه قسم خواد بود مسئولیت دانش به اسلام مسئولیت فهم اسلام مسئولیت عمل به اسلام خوب بودن به خاطر نفع خود به دیگر ضرر نرساندن یک مسلمان خوب هست به خاطر نفع خود به دیگر ضرر نرساندن یک مسلمان خوب هست ما خیلی از اوقات به خاطر خود به مردم ضرر میرسانیم که به من نفع برسه فقط ما جیب پور فقط ما و ما خوب باشم

مرا بانک سودی کار میکنم از ترس خدا والله ترکش کردم ای جوان آگاه باشه که زیر هر عرش پروردگار قرار داره ما در دا جمعه گذشته در مورد چی صحبت کردیم فرام... کس باید هست یک چرت بزنه چی؟ احساس رو که خود کم بینی در مورد صحبت کردیم دیروز یا پریز بود یک جوان از آلمان زنگ زده بود جمعه گذشته سخنرانی جمعه گذشتن از او گذشته ترش ادب با پروردگار او ویدیو را جناب محمد سعید جور کرده بود ایدیت کرده بود او زنگ زد گفت الله مطال از شما راضی باشه برای ما زنگ زد گفتم خیرت باشه گفتم او یک کلپ نو ای مرا از دو گناه زشت نجات داده و ما از گناه توبه کرده و در یک پست فیسبوک هم میشه در یک نشریه فیسبوک من یک روز در مورد روزه دوشنبه و پنجشنبه در فیسبوک چیز نشر کرده بودم که روز پنجشنبه و دوشنبه اگر کس توانایی روزه گرفتن داره سنت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اگر کس توانایی داشته باشه خب خو من خودم خود, خود تو عمل ندارم در یک دکان رفتم به خاطر خریدن رخت و گفت قاری سب چای پرتم برات من گفتم نه گفتم خودت بگی و جنش بدم یخ, یخ میشد من گفتم بگی گفت تو دا فیسبوک چی نوشته کرده بودی گفتم روز دوشنبه سه پنج شنبه بود دوشنبه گفت من روزه دارم و پست فیسبوک باید شد که من روزه بگیرم با یک پایام واتس اپ یک مسیحی مسلمان شده با یک پایام واتس بعد سخنرانی در یک سخنرانی در مورد هدف بود یا جوان شایسته بود یک مسیحی مسلمان شده اینم یک چیز برنامه دیگه هم گفتم یک پیامی واتس اپ البته پیامی سه ای بود یا چهار ای برای من زنگ زد گفت آقای نصرت گفتم ما نصرت هستم گفت گفتم گفت بفرمایید ما گفتمش خیرت باشه گفت ما قصد مسلمان شدن دارم ما گفتم خوب است گفت شش سوال ما باقی مونده می شش سوال براتان میگم بعدش اگر شد پس ما تو قناعت میکنم در غیر صورت زکه دیگر معذور میپنداریم گفت خیلی خوب است قبول داریم هیچ مشکلی نیست شش سوال کرد پنجش در مورد زنها بود یک سوال شی بود که زنها چرا در رده دوم قرار داره نیست در رده دوم میگه که رد دوم است اشتباه هست. عایشه در رده دوم است تو خوب یا عایشه تو خوب یا فاطمه معلوم داره هست هیچ قابل مقایسه هم نیست خب معلوم داره هست بازو شش سوال را جواب دادم البته با خیلی حوصله من خیلی دوست دارم که با یک فرد که احساس گناه میکنه یا یک فرد که خصوصا غیر مسلمان باشه خیلی دوست دارم که نرم گپ بزنم خیلی دوست دارم خوشم میاد و باید امی تو باشه من گفت خیلی اهل حوصله گفتم دین ما بقسم است گفتم دین ما قسم است من دین ما توصیه کرد که باید امی باشه و در شب اول ماه مبارک رمضان گفت لا اله الا الله محمد رسول الله د پایام واتس اپ واتس اپ یو زیادی معلوم بشه ما پیام وقت ندارم اگر چه دیروز یک جان خ... قهر شده كرده بود بالای ما یک پایام روان کرده بود گنازش صورت گرفته بود در مسنجر چی بود فیسبوک بود ما فقط نوشته کرده بود وقت نبود در سمت بخیرم در پانتون نوشته کردم برش که و علیکم السلام و رحمت الله و برکات یک توبه صادقانه کار هست یک توبه صادقانه همین قدر نوشته کرده بود بعدش من نفهمیدم که شاید خفه از من گفت خیلی مغرور هستین شما ما گفتم ببخشید ما مصروف بودم خیرت باشه گفت سم جواب بدی چی چی گفته مرا تو در روز قیامت از یخان تان میگیرم خیلی مرا تکان داد والله بعد صدای یک دو سه صوتی ثبت کردم برشون گفتم ایتو کار انجام بده ایتو کو تو کو خیلی تشویشی بود به خیالم نمیفهمم ما شما رو بخشید یا نبخشید خدا کنه بخشیده باشه ما باید احساس مسئولیت بکنیم من حیث یک جوان هر فرد ما تک تک ما ابوبکر صدیق رحمه ما میشناسیم شاگرد اول رسول الله ارشد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و او یک روزی به رفقای خود میگفت گفت من از این میترسم که یک پای ما به بهشت باشه پای راست ما پای چپ ما به بیرون از بهشت باشه و سر ما صدا که ابو بکر پس شو که حساب تصفیه نشده گفت از این خیلی ترس دارم پس شو که حساب تصفیه نشده چی کرده در قبال مسلمان ها تو یک وقت امیر مسلمان ها بودی عمر رضی الله عنه میگه میگه اگر در روز قیامت صدا شوه که همه این مردم بهشت میرن جز یک فرد عمر میگه من نباشم اونها به این اندازه ترس دارن در قبال دین خود در قبال اسلام خود در قبال مردم خود احساس مسئولیت میکنن تو گاهی وقت سوال کردی ما خالی اخباری که میبینیم در وطنی که ما به این حالت جریان داره جایی که کشته میشه زخمی میشه خوشحال میشه حالا یک جای چند نفر 20 نفر کشته شد عادی مگر می اخبار درس عبرت برای ما نیست چی وقت ما تو بیدار میشیم احساس مسئولیت میکنیم چی وقت در خود ما و حرکت ایجاد میشه چی وقت خود ما با فکر میشیم چی وقت خود ما در قبال این وطن خود در قبال دین زيب خود احساس مسئولیت میکنیم مگر ما تو مسئولیت نداریم مگر ما چرو میخوریم مینوشیم چرو از زیبایی ها و نعمت های پروردگار استفاده میکنیم چی وقت ما احساس مسئولیت خاط کردیم چی وقت لا برای خود کار خاط کردیم که من یک 20 دقیقه مطالعه بکنم میشه ما بیست تا فامیل خود را بنشانم که فامیل خود را بس مسیر درست راهنمایی بکنم این فامیل ما آینده سازی کشور هست چرا به وطن خود خیانت میکنیم با مردم خود خیانت میکنیم دیروز با یک رفیق در کتابخانه آمده بود مگرش گفتم گفتم در این کشور ما هر کس به اندازه توان خود با یک کشور خیانت میکنه از بزرگش که تا پایین ترین فردش خیانت میکنه عالم دین هم به دین خیانت میکنه ما و محصله که در این مورد بعضی کسا با من مخالفت هم دارن. اون محصلی که در داخل سنف نقل میگر از یک رفیق خود رفیق نقل خواهین هست. چرا خیانت میکنه؟ نکام این فکر خیانت در, در فکر خود نپرون که تو آینده ساز کشور تو هستی. ما دوست ندارم که از رفیق خود نقل بگرم و نقل بکنم. نمیخوام من حیث یک مسلمان دوست ندارم والله العظیم قسم سمستر ششم هستم ما سمستر ششم تا به حال من یک زیر و زبرم نقل نکردم و نقل ندادم اگر کس خفه میشه اگر خوشحال میشه نقل نمیدم هرگز چرا رسول الله خائن نبوده امتش نباید خائن باشه به می اندازه هم از امت رسول الله خیانت تقاضا نیست خودت خوب باش قوی باش در چهار سمستر اول نمره بودم دو سمستر یک قوی تر دیگه پیدا شده و قوی هست از مکرده خوب است پیش کنه خوب باشه خیانت نکنه به خاطر نفع خود به مردم ضرر نرسانه ای اخیر سخنرانی خود را که پنج دقیقه باقی مانده فقط ای را میگم که چرا ما بیمسئولیت میشیم خلص خلص براتان میگم خود را نمیشناسیم پیشتر برتون گفتم یک کم خود را شناخته خود شناسی در مانیست که دفعه خود را بشناسی که مکی کی هستم من چی مسئولیت دارم چرا قدر ویژه هستم مسئولیت مدر... مسئولیت های خود را مدیریت نمی کنم پیش آمد خوش آمد تقسیم وقت برای خود دارم که من روز چهار شنبه در ساعت سه الى پنج عصر من یک جای برنامه دارم اگر کدام رفیقی ما با ما زنگ بزنه که ساعت سه یا چهار ما توی جای تفریح میریم میگم درست است این مدیریت شد قبول میکنیم زود و برنامه قبلی خود را ترک میکنیم زود میریم ترکش میکنه مثلا این مدیریت است زیاد بدوش میگیره ها رو زیاد بدوش میگیره دوست داریم یک دا وزیفة داری؟ در کجا وظیفه داری محصل پانتون هستم عضو بخش فلان هستم در بخش فلان نهاد در ریاستش هستم در دیگه بش منشی هستم در اوجه باشم چی هستم در فلان جای مچم چی هستم در فلان جای مچم چی هستم طلب الکل فوت الکل اخر چیزم نمیشی بالاخره در یک چیز خوب بالاخره تخصص تو خوبی گیر این به ای این معنا نه که تو مسئولیت احساس نکو احساس مسئولیت بکو اما به اندازه توان خود ما نگفتن را یاد نداریم نگفتن را که نبوگیم باز کسا رو نمیتونم من میتوانایی را ندارم کم ولی محکم کم باشه محکم با استوار با برنامه پیش برو بهانه گیری میکنیم وقت هستن نوس زیاد وقت دارم منو موصل هستم خیر بخیر خیر خلاص شد باز ما من احساس مسئولیت میکنم من موصل هستم تو هم محصل هستی درس ما تمام شوه خو ای تو راگسته باز دیگه هم نخورین بگویم من یک دفعه که یک کم کلان شدم باز نان میخورم ها دیگه وقتی که از نعمت پروردگار استفاده میکنی در قبال نعمت خو باید یک چیزی باشه دیگه دایم شکایت میکنه انسان های مسئولیت پذیر شکایت نمی کنه خیلی از اوقات ما سر مشکل میپیچم، سر خود مشکل کسی که مسئولیت پذیر باشه راه حل میپیچه راه حل چطور است شما یه جایی اگر متوجه باشین یه جایی که یک جلسه به خاطر رفع یک جنجال میباشه هر دو طرف مکمل سه ساعت جنجال است یک نفر میگه که راه حل چی است یک راه حل پیشنهاد بکنه یک راه حل این راه حل سر مشکلات میپیچه 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 و بالاخره در آخر میگه باز دو طرف میگه خای تو چوری تو کردی نه انسان های مسئولیت پذیر در جستجوی راه حل هستند نه در جستجوی زیاد کردن مشکلات که مشکلات دیگه هم زیاد شود به تعویق می اندازیم خیر است امروز نشد فردا بخیر فردا روز دیگه هست افتا باز طلو میکنه کنه فردا روزی دیگه هست فردا تو مسئولیتی دیگه داری فردا تو معلوم فردای تو معلوم نیست که تو کجا همی باشی امروز امروز هست مسئولیت های امروز رو انجام ده. فردا رو از تو از الله نه الله از تو نخواسته تو رزق فردا از الله میخوای اما الله متعال از تو عبادت فردا را نخواسته چرا تشویش داری تو بر روز زندگی میکنی اولویت بندی نمیکنه روز از غزنی یک نفر آمده بود میگه من تصمیم دارم که انگلیسی بخونم گفتم مکتبت میگه مکتب سنف دوازده سم رو ترک کردم گفتم جالبه بس رو ترک کردم و تصمیم دارم انگلیسی بخونم گفتم مکتبت خلاص کن تمام کن مکتبت است نسبت به انگلیسی بعد از که مکتب رو تمام کرده بیا در وقتی که مصروف آمادگی باشه که توانایی داشت انگلیسی هم امرایش بخوان گفتم نه من تصمیم دارم در ضمن از این مکتب انگلیسی هم بخونم در جای فارمسی شروع میکنم تو خوب میکنی ماشاءالله فارمسی شروع کو مکتب شروع کو انگلیسی هم بخون یک جای دیگه کمی گفت تجوید میخوام گفتم درست است بیا در تجوید اشتراک اول بندی کنم که کدام کار اول است دوم سومی کار بعضی چیزا رو ترک کن از برنامه‌تون اصلا نباشه در برنامه تفریح نمیگم تفریح کنه خصوصیات مسئولیت پذیر انسان های مسئولیت پذیر چه خصوصیات در آشنایی با قوانین قوانین رمی فهمه جایی که اشاره ترافیک سرخ باشه زوج نمیگذره اینا نمیگه که برو وطن افغانستان اس مشکل نداره کس رعایت نمیکنه ما هم رعایت نمیکنه تو که مسئولیت پذیر باشه انسان های مسئولیت پذیر یک از خصوصیات چیه مثلاً, مثلا مثال براتون میگم از جایی که میشه و برق رو خاموش میکنه که مصرف نشه ما میگم نو بر پروا مشکل نیست ما سنف ده که باز برق رو خاموش میکنن برقای سنفره باز بعضی کسایی تو ذهنشان می... اصراف میشه من گفتم اصراف نمیشه مسئولیت موتوز باید خاموش کنه دهالند هالند شاگردای مکاتب تو درس داده شده که از مکتب خارج شدن هر کس یک سنفی برق سنف خود را خاموش بکنه ولی که هر سنفی هشتاد هزار نفر نوید هزار نفر سی هزار نفر که برق را خاموش بکنن یا یک گروپ رو خاموش بکنن چقدر هزینه میشه برق ده ده ما بگیم چی؟ من چی دارم؟ چی مسئولیت دارم؟ احترام به حقوق عیب, جویی جونو... نمی کنه انسان های مسئولیت پذیر به نظافت شهر خود حساس هستند با مشکلات کنار می اگر مخالف کنار نمی تو کنار بیا و فقط امیر دوست داره که تو فقط یک کمی رایت رو شب کنی خیلی سه کمی رایت رو شب کنی دیگه مسیر پس دم مسیر برو فقط رایت رو بگذار بعضی کسا دوست فقط در مقابل تو باشند تو کمی کنار بیا این طرف حرکت چطور مسئولیت پذیر شویم؟ وقتی که به عهده گرفته یک مسئولیت رو انجام بده جناب انجینر سه من خدای درس غیر حاضر نبوده باشم تا به حال نبودم اگر تا به حال غیر حاضر نبودم تا زمانی که درس بشه غیر حاضر نخواد بودم ان الله چون مسئولیتی ما هست اما رفقای ما غیر حاضری کردن نباید غیر حاضری میکردن الا ما شاء الله ثابت قدم باشیم سختی ها می در زندگی ناکامی ها وجود داره گاهی اوقات پس میره گاهی اوقات یک دو قدم عقب و دو قدم عقب گاهی اوقات باعث میشه که تو قدم پیش رو بیاندازه گاهی وقت پس میریم اگه شما کدام جای تیر هست تیر کمان دیده باشه به هر اندازه که تیر را پس کش کنه هدف را دورتر می به هر اندازه که پس کش میشه الله متعال تصمیم داره و میخواهد که تو بیشتر بیفته را متوجه باشن دیگران را مقصر نداریم ندانیم که دیگران مقصر است نه خیر چرا تو نکرد تو خودت چی کردی از خودت تو چی برنامه داری شکایت خیلی نکنیم نمیشه شاگردا گپ را قبول نمیکنه کنه خانواده کس گپ مر نمیشنه و فلان نمیشه خودت, خودت باید کسی باشه گپ چنیده شوه و همچنان صادق باش صادق باش انسان های مسئولیت پذیر صادق می باشن. و انسان های مسئولیت پذیر اولویت بندی میکنند کارها سر از همین روز برنامه برای خوردن داشته باشن برنامه برای نوشیدنتون داشته باشین برای تفریحتون داشته باشین برای خوابتون داشته باشین برای مطالعهتون داشته باشین برای خواندن کتاب‌های پانتونیتون داشته باشین برای مطالعات خارجی تون 20 دقیقه هر شب تعیین بکنید که 20 دقیقه از زمانی که نخوندیم نمیخوابم با اجتماع با رفقایتون یک وقت داشته باشین که با اونها ملاقات داشته باشین با پدر و مادر کنار پدر و مادر نشستن در خانه با اهل خانواده قصه کردن ایرد باید در جزء برنامه‌هایتون باشه ای در این صورت ما میشیم انسان های مسئولیت پذیر انسان های متعهد به خود خانواده جامعه امت ملت تمام میشه در غیر صورت دیگه خدا ما را هدایت بکنه ان شاء الله گپای ما تمام شد اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و بوده اگر نه حق گفته باشم سهم شیطان بوده من یکم کاری با شما میکنم یکم کاری هم رایتون میکنم ویرم شما بپذیرین به خاطر که مسئولیت پذیر باشن مسئولیت پذیر باشه نه این مسئولیت ما هم مسئولیت شما هم است ما یک انتشارات داریم انتشارات نوری حق در داخل مینایار مارکت روبروی مبارک سنتر در این طرف سرک امروز ما شما را یک کتاب تحفه میدم کتاب خانه بازار بازاریابی نیست خب بازاریابی نیست احساس مسئولیت است در کتابخانه خانه این یک کتاب بدلتون انتخاب کنید شما باشه دیگه دفعه باز مفت رایگان نمیدم با یادتان باشه امروز مقادر است معلوم هست یک کتاب در خدمت شما امکان داره که شما یک کتاب را انتخاب کنید مثلا یک کتاب از منام تصمیم گرفتم زندگی ام را تغییر دهم سه چهار برنامه ام درس بوده و خیلی زندگی ها را تغییر داده کتاب های وجود داره پشت حجم شما نگردن که دبل دبل لایک شرم است به خدا شرم نیست شرم هیچ قصه ایم نیست اما آماده هست براتون میتونن گرفته بدون کدام شرم و بدون کدام احساس شرم کردن و wow. ای گپ را انشالله در بر شما رساندم از حوصل مندیتون تشکر از آمدنتون تشکر الله مطال شما راضی باشه الله مطال توفیق عمل اول خود ما را نصیب کنه که ما به گفته ها که گفتم عمل بکنیم هر پنج شنبه ما میجه درس داریم از ساعت 6 الی 7 فراموش تن نشه خیر از خواب بالاتون غلبه نکنه ما امت خواب نیستیم خواب زیاد میکنیم از آغاز شب 9 بجه یا 10 بجه استراحت میشیم تا ساعت 4 یا 5 بس مقدر کفایت میکنه تشکر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته